سلام به صنف نقاشی مادر خوش آمدید موضوع درس امروز ما عواطف ما هست برای شروع بیایید به این تصویر ببینیم وقتی به این موضوع میبینید چه احساسات به شما دست میدهد هر احساسی که باشد فرق نمی کند زیرا احساسات ذهنی هستند ویدیو را در اینجا توقف میدهیم و در مورد آن صحبت میکنیم در موردش صحبت کردی؟ دلیل این که من این سوال را پرسیدم این بود که امروز شما احساسات خود را در یک نقاشی بیان خواهید کرد. دقیقا مانند این. اول شما زمان خواهید داشت و به تاثیر گذارترین خاطره و احساسی که تا به حال در زندگی خود داشته اید فکر بکنید. من چند نمونه به شما نشان می دهم زیرا اگر من فقط از شما بخوایم این کار را انجام بدهید ممکن است راحتی و ذهن خطور نکند. این اولین سوال است. تاثیرگذارترین تجربه برای شما چی بوده است؟ تاثیرگذار به سادگی به معنای چیزی است که هنوز قوی هست و براحتی فراموش نمی شود. این می تواند یک خاطره شاد و یا یک خاطره غمگین باشد درست است؟ آنچه را که نوشتم می خوانم و در حین گوش دادن به این فکر کنید که چه تجربیات بیشتر شما را تحت تاثیر قرار داده است. اینها فقط نمونه هایی هستند پس لطفا خاطرات خود را به یاد بیاورید. من عمدتا در موارد تجربیات نوشتم که اطفال می توانستند با آنها فکر بکنند. شماره اول وقتی در جوانی با خانواده به مسافرت رفتم. دوم روزی که بعد از مکتب با دوستم در زمین بازی رفتیم. شماره سوم روزی که مادرم برایم یک نان و غذای خوشمزه آماده کرد. چهارم وقتی دلم سخت میگیرد. پنجم وقتی از مشوقم جدا شدم. ششم وقت خانواده ای را که دوستش داری از دست می دهی. هفتم وقتی با خانواده یا دوستانت جنگ می کنی. هشتم روزی که ساز مورد علاقم را روی صحنه می زدم. وقتی غذای مورد علاقه را می خوردم. وقتی در یک مسابقه هنری جایزه گرفتم. وقتی هدیه مورد علاقه ام را دریافت کردم. وقتی در سرک را می رفتم به فرد نیازمند کمک کردم. سیزده اون وقتی کسی به من کمک می کند و به من قدرت و آرامش می زمانی که در شرایط سختی هستم. اینها را تعقیب کردیم. حال ویدیو را استاب می کنیم. و شما می توانید صحبت بکنید و نوشته بکنید تجربیات خودتان ده. و این سوال دوم در آن زمان چه عواطف یا احساسات داشتید؟ اگر تجربه کودکی شما از سفر با خانواده تان تاثیرگذارترین بود، به این فکر کنید که در آن زمان چه احساس داشتید. تصور کنید و در زمان سفر کرده اید و به آن زمان بازگردید. من لیستی از احساسات مختلف را به شما نشان خواهم داد تا بتوانید براحتی به آن فکر بکنید. من آنها را به ترتیب می خوانم بنابرای با دقت گوش کنید و به احساساتی که در آن زمان احساس کردید فکر بکنید. حس مسترب، ترس، حسادت، غمگین، ناامیدی، رقتنگیز دوست داشتنی، هیجان زده، بی انصاف، مغرور، خوشحال، غمگین، آزرده، تنها مسترب ناامید خسته عصبانی نگران پرتنش سپاسگزار هیجان زده حیرت زده شرمنده بیهوده هیجان انگیز سرگرم کننده نشاط آور شما چه فکر میکنید؟ ویدیو را برای چند لحظه مکس میکنیم و در مورد احساسات و تجربه که داشتید صحبت میکنیم و یادداشت میکنیم. حال چند دانه عکس برای شما نشان میتم. ابتدا به این ببینید. آیا به یاد دارید که ما به آن نقاشی میگوییم که فقط از نقاط، خطوط و صفحات تشکیل شده است؟ این را آخرین بار یاد گرفتیم. هنری انتظایی بود. امروز فقط نقاشی های انتظایی را به شما نشان می دهم زیرا احساسات خود را به صورت انتظایی بیان خواهید کرد. خوب است ابتدا به احساس خود که در هنگام نگاه کردن و یا دیدن به این تصاویر هست فکر می کنید. یا خوب است به این فکر کنید که شخصی که آن را ترسیم کرده است هی در ابراز چی نوع احساس داشته است. سپس می توانید کم فکر کنید که چگونه احساسات خود را با چه رنگی، با چه حالتی و چه شکل بیان بکنید. آخرین تصویر با رنگ آبی آسمانی پر شده بود اما این دو تصویر در رنگ های بسیار متفاوت بیان شده و هر دو تصویر با خطوط پیچ در سراسر سر مشخص می شوند. تصویر سمت چپ عمدتا با خطوط بیان می شود و به نظر می رسد چندین خط در هم تنیده شدند. و در تصویر سمت راست به نظر می رسد که چندین لایه از صفحات موجدار روی هم قرار گرفتند. وقت به این تصویر نگاه می کنیم چه احساسات می داشته باشیم؟ این دوتا چطور است؟ اشبای رنگ کلی کمتر از تصاویری است که قبلا دیدیم و من می توانم آثار رنگ را ببینم. در تصویر سمت چپ از رنگ های مایل سرخ و آبی استفاده شده. و از طرح دارایی استفاده شده است. در سمت راست هنرمند از رنگ زرد و به نفش استفاده کرد. وقتی به یکس می بینیم چه احساسات را میتانیم داشته باشیم. بیایید نگاهی به و تصویر بندازیم. این احساس متفاوت از تصاویری است که اخیرا دیدیم درست است؟ دو تصویری که ما با ارزش بالا دیدیم یعنی رنگ های نسبتا تیره اما این دو تصویر به طور کلی رنگ روشن دارند. وقتی به این دو عکس می بینم قلب اطفال در ذهنم خطور می کند. تصویر سمت چپ شبیه قلب هیجان انگیز بچه ها یا اطفالی است که برای اولین بار با شخص دلهایشان روبرو می شود و تصویر سمت راست شبیه احساس هیجانی است که اطفال هنگام معاشرت با خانوادهشان در دریا احساس می کنند. با دیدن این دو عکس چه تجربیات یا احساساتی به ذهن شما خطور می کند. در مورد آن درست ماننده آن چه من فکر کردم فکر کنید. این یکی چطور است؟ ای اولین حکسی است که امروز به شما نشان دادم. به جای داشتن یک الگوی خاص برس کوتا در بالا و پایین وجود دارد و ناحیه مابینی و پیشرو معالود بیان می شود. به طور کلی احساس نرمی دارد، بنابراین احساس راحتی و خوبی دارد، اما همچنین کم غمگین است. شما چه فکر کنید؟ هیچ پاسخ درسته وجود ندارد ممکن است شخص غمگین شود و شخص دیگری در حالی که به همان عکس نگاه می کند خوشحال شود و یا حسه آرامی داشته باشد. بیایید به این دو تصویر ببینیم احساسات ما تفاوت می دهد. اگر آنچه قبلا دیدیم بسیار آرام بود فکر نمی کنم این بار اینطوری باشد. وقتی به این تصویر می بینم می توانم به کلمات احساسی مانند نشاد دوست داشتنی و شادی فکر بکنم. من را به یاد خاطرات خوش مندازد. به شما چه احساسات دست می دهد؟ با خیال آرام و راحت در موردان فکر بکنید و وقتی به یک اثر هنری می بینید به اشکال و رنگ ها با دقت ببینید. بی این نقاشی مرا به یاد احساسات شاد مندازد. اما چرا؟ آیا به این دلیل است که از رنگهای روشن استفاده کرده است؟ آیا به این دلیل است که آنها از خطوط منحنی زیاد استفاده کردند؟ اگر این گونه با آن فکر کنید و از آثار هنری قدردانی کنید به شما کمک می کند تا احساسات را که می بیان بکنید بیان بکرده بتوانید. در مورد این دو عکس چطور؟ تصاویر اسلاید آخر نیز در رنگ های متنوع بیان شدند اما این دو با رنگ های بیشتر بیان می شوند نقاط خطوط و سطو به طور مساوی مخلوط شدند و شکل کاملا پیچیده به نظر می رسد همچنان به نظر می رسد که همه در یک مهمانی یا سالگره دور هم جمع شده ایم و در حالی که به موسیقی هیجان گوش می دهیم می رقصیم. همچنین من را به یاد احساسات مندازد که وقت در یک شهر بازی و یا در یک پارک سوار می شوم در حین حال احساس سرگیچی و هیجان دارم با دیدن این عکس ها چه خاطره یا چه احساس برای شما دست می دهد. در مورد آن فکر بکنید. بار دیگر این تصاویر احساس متفاوت خواهد داشت زیرا بیشتر احساس کنند که بریده شده و چسبانده شدهاند نه اینکه واقعاً با دست کشیده شدهاند من آنها را آوردم زیرا می خواستم به شما نشان دهم که این نوع بیان نیز وجود دارد می توانید فرمهای مختلف را به همین شکل بکشید یا در صورت تمایل می توانید کاغذهای رنگی را برش بزنید و چسب بزنید از آنجایی که ما ک فقط تراحی کرده ای ممکن است بیان چیزها با وریدن کاغذ ناشنا باشد با این حال اگر روش های مختلف و بیان را بغیر از تراحی امتحان کنید بیشتر به هنر علاقمند می شود و آثارتان متنوع می شود بنابراین فکر می کنم خوب است که آن را امتحان بکنید باز هم اینها احساس می شود که با قیچی بوجده شدن نیباد است درست است در واقع این تصاویر باقی چی بریده شده و چسبانده نشده این یک عکس توسط کامپیوتر است اما به نظر می رسد که باقی چی بریده شده است بنابراین آن را آوردم تا به شما نشان بدهم این دو عکس نسبت به آنچه که قبلا به شما نشان دادم احساس همیقتر و شدیدتری دارند اگر احساسی که می خواهید ابراز کنید یک احساس قوی است خوب است از رنگ های تیره مانند این استفاده کنید درست است این دو تصویر هم از نظر فرم و هم رنگ بسیار ساده به نظر می رسند بدون این که اصلا پیچیده باشند. با دیدن این دو عکس چه احساس به شما دست می دهد؟ بسته ده به احساسی که می خواهید ابراز بکنید می تواند آن را به شکل پیچیده بیان کرد. یا می توان آن را بسیار ساده مانند اینها بیان کرد. تا به حال در مورد احساساتتان در حین تماشای آثار هنری مختلف صحبت کردین؟ بنابراین در واقع آثار هنری زیبایی هستند به این حال چطور بودند تمام تصاویری که به شما نشان دادم دلیلش این نیست که شما را وادار بسازم به ایجاد آثار هنری مشابه این حالا قصد دارم تعداد عکسهایی که توسط اطفال کشیده شدند را به شما نشان بدم زیرا ممکن است تصاویری که تا به حال به شما نشان دادم شما را بیش از حد شما را به فکر فرو برد فکر می کنم اینها نقاشی هایی هستند که توسط کودک کشیده شده است که احتمالا حدود پنج سال دارد. آیا این روش بیان اشتباهی است؟ اصلا یک بچه پنج ساله چقدر می تواند نقاشی بکشد؟ شاید خیلی طبیعی باشد که اینطوری نقاشی می کنند. از آنجایی که صنف امروز درباره احساسات ای است این تصاویر آوردم زیرا فکر کردم مناسب هستند به عنوان مثال اگر کودک از تجربه هیجان و یا خشم شدید خود بخواهد بیان بکند آیا نمی تواند آن را این گونه با خط خطی بیان بکند اینها هم توسط کودکان خردسال بیان می شود. فکر می کنم این عکس های نامرتب که توسط اطفال کشیده شدهاند واقعا سرگرم کننده هستند و من آنها را دوست دارم چون خالص هست. بزرگ سالان فکر می کنند که اگر اطفال خردسال به این شکل نقاشی بکشند در نقاشی خوب نیستند. بنابراین می خواهند آموزش دهند و نشان دهند که چگونه یک شکل را به درستی ترسیم کنند. من نمیگویم بد است اما خوب نیست که بزرگسالان بیش از حد درگیر نقاشی های اطفال شوند و آنها را ویرایش کنند از آنجایی که کودکان دارای پتانسیل هستند می توانند به طور طبیعی با بزرگ شدن پیشرفت کنند پس به نظر من شما هم بهتر است اجازه دهید فرزندانتان این گونه نقاشی کنند و سعی نکنید آن را درست بکنید. این عکس چطور است؟ به نظر نمی رسد که با یک ابزار هنری نقاشی شده است. اینطور نیست؟ خیر، این نقاشی است که با مالش رنگ با دست بیان می شود. این دانش سعی داشت چه احساس را ابراز بکند. با دیدن این که رنگ تیره است به نظر نمی رسد که خاطرات خوش را بیان می کند. وقت می خواهید احساسات تیره یا منفی را بیان بکنید به نظر من رنگ های تیره آن احساسات را به خوبی منتقل می کند. در آخر به دو تصویر ببینید. چند سلاید بیشتر، من چند حکس را بر شما نشان دادم که به نظر می رسید از کاغذ بریده شده و روی آن چسبانیده شده است. درست است؟ اینها تصاویری است که دانش آموزان با بریدن کاغذ های رنگی و چسباندن آنها با نوار و یا چسب بیان می کنند. آنها سعی داشتند چه چی چیز را بیان بکنند؟ این دانش آموزان در حالی که به تجربیات خود در یک روز بارانی فکر می کردند، افکار و احساسات خود را بیان کردند. وقت نقاشی می کشیم، طبیعتاً احساسات خود را ابراز می کنیم. زیرا مانند دیگران نمی بینیم و احساس می کنیم چون ما انسان هستیم نباشین همه ای ما افکار و احساسات متفاوت داریم. بنابراین مسلما نحو بیان افکار و احساسات خود ناگزیر متفاوت هست. من از شما می خواهم که احساسات خود را همان که هستند بپذیرید و آنها را آزادانه و راحت بیان بکنید. اکنون مراحل فعالیت امروز را مرور می کنم تا اینجا مفصلا توضیح دادم پس مختصرا یک بار توضیح می دهم. شما تجربیات و احساسات را که دارید روی کاغذ نوشتید یا درباره آنها بحث کردید درست است؟ با چه نوع خطوط، رنگ ها و شکل های می توانید آن احساس را بیان بکنید؟ از نقاط خطوط و سطو برای بیان احساسات خود به صورت انتظایی استفاده کنید. نقاط خطوط سطو رنگها، اشبا روشنایی انتظایی را که تا اکنون و مختیم به خاطر بسپارید و سعی کنید از آنها استفاده بکنید. سپس سنف امروز را در اینجا به اتمام می رسانیم. خدا را شکر می که به من اجازه داد تا با شما سنف داشته باشم. لطفا منتظر سنف بعدی باشید. از مشارکت شما تشکر می